با تعطیلی کتاب فروشی ها و لغو و به تأخیر افتادن نمایشگاه های کتاب از جمله نمایشگاه کتاب تهران بر سر صنعت نشر چی اومده؟ توی مدت خیلی از جلسه های نقد و بررسی کتاب، سخنرانی نویسنده ها و داستانخوانی به طور آنلاین برگزار شده. در این حال هم نویسندگی در دوران خانه نشینی پرطرفدار شده. برای همین بعضی از انتشاراتی های داخل و خارج ایران برای چاپ مجموعه داستان هایی که در دوران قرنطینه نوشته شده فراخوان دادند. یکی از این انتشاراتی ها نشر ناکجا، ناشر کتاب های فارسی زبان در فرانسه است. برای همین میخوام با تینوش نظمجو، مدیر این انتشاراتی و مترجم صحبت کنم. آقای نظمجو، تاثیر شیوع ویروس کرونا تو این مدت بر صنعت نشر چی بوده؟ میشه گفتش که این پاندمی در واقع یه جورایی همه رو به صورت مساوی در واقع کنار هم قرار داد. یعنی چه ناشرای خارج از کشور، حالا فرانسه یا کشور دیگه غربی، چه ناشرایی که تو ایران بودن، مجبور شدن که کارشون رو متوقف بکنن. به همین دلیل من میدونم که ناشرهایی که داخل کشور هستن، خیلی هاشون و خود ما هم خارج از کشور، سعی کردیم در این مدت کتاب ها رو آماده بکنیم برای وقتی که از قرنطینه میایم بیرون. تو خیلی از کشورها فروش کتاب به طور دیجیتالی بالا رفته، تو ایران چطور؟ ببینید، به نظر من تاثیر داشته، ولی به هر حال با این وجود خب شرکت زیادی هستن، چه داخل ایران چه خارج از کشور، ناشران الکترونیک زیادی هستن که کتاب ها رو به صورت الکترونیک در واقع از چندین سال پیش، نشر ناکجا که از سال 2012 شروع کرد، چند سال بعدش هم داخل ایران ناشرا کار کردن با چند تا شرکتی که این کتاب ها رو به صورت دیجیتال در واقع پیشنهاد میداد. اون جایی که در واقع تاثیر بزرگی داشتش روی خریدن کتاب الکترونیک وقتی بود که قیمت کاغذ کتاب خیلی گرون شد در ایران و از اونجا به بعد مردم دیگه اجباراً در واقع شروع کردن به خوندن کتاب های الکترونیک. و من فکر میکنم که حالا این مدت به خاطر اینکه این عادت شروع شده بود، به خصوص برای اونایی که حداقل کتاب خون هستن، کتاب الکترونیک راه حل خوبی بوده. و حالا اینم هستش که خیلی‌ها مثلا رو آوردن به کتاب‌های صوتی در این مدت، خیلی‌ها مثلا شروع کردن به گوش کردن پادکست‌ها و برنامه‌های به این شکل ادبی، ولی میشه گفت که یه تأثیری در واقع به این صورت داشته. شما تو نشر ناکجا فراخوان دادید برای انتشار مجموعه داستان‌هایی که تو دوران قرنطینه نوشته شده. آیا مضامینی مرتبط با قرنطینه تو این مدت در بین اون چی که خوندید نظرتون رو جلب کرده؟ ما در واقع تصمیم گرفتیم که از این فرصت استفاده بکنیم، از اونجایی که آدما دیگه از خونه‌شون بیرون زیاد نمی‌اومدن توی کتاب فروشی‌ها، نمی‌رفتن تئاتر یا سینما، و این لحظه رو به عنوان یک لحظه تأمل، یک لحظه ایستادن خواستیم نگه داریم و ثبت بشه. حالا بیشتر آدم هایی که عادت به هر حال به نوشتن دارن، حالا چه قبلا چاپ کرده باشن یا نکرده باشن، و میتونن در این لحظه که یک لحظه ایست هست، شاید یه جورایی رابطه خودشونو با جهان، جهانی که دورشون هست و اونجایی که ایستادن در واقع بتونن بنویسن و از فیلتر ادبیات بگذروننشون. در دوره کرونا خیلی علاقه‌مند شدن که رمان و داستان‌هایی که مضمونشون مرتبطه با بیماری‌های همه‌گیر بخونن. شما خودتون چی پیشنهاد می‌کنین؟ من راستش اثری رو که پیشنهاد می‌کنم خیلی اثر در واقع جدیدی نیست، یعنی همه احتمالاً می‌دونن و اتفاقاً این کتاب هم تو این زمان خیلی فروش رفت، چه خارج از ایران چه داخل ایران. اثریه که به نظر من اصلا خارج از داستانه، رابطهش با پاندمی و ویروس، حتما باید این اثر رو خوند. یعنی من معتقدم که کلن این اثر در واقع یک استعاره‌ای هست درباره موقعیت ما امروز در ایران، و همیشه خیلی متعجبم که چرا انقدر تعداد کمی کتاب رو خوندن، چون هم یک شاهکار ادبیه و همین که واقعا به ما کمک میکنه که بهتر موقعیت خودمون رو بفهمیم. و این کتاب خب مسلماً طاعون آلبر کاموست. یعنی به نظر من طاعون آلبر کامو خارج از تمام داستانی که توش هست درباره طاعون سیاه، استعاره مهمیه درباره این که چه اتفاقی برای ما افتاد و چجوری ما پذیرفتیم که یک بیماری به این شکل در واقع وارد ما بشه و هیچ راهی نداشتیم و راه حل برای فرار چی هست، و به قول کامو چجوری چی کار میشه کرد با این طاعونی که درون قلب‌های ماست. ممکنه چند خطی از یکی از متن‌های ادبی که تو این دوران نوشته شدن رو شما هم دوست داشتید برامون بخونید؟ من یه متنی رو انتخاب کردم، یه متنی که یک در واقع
هنرمند فرانسوی، یک زن به اسم ماری آنیس ژیلو، یک رقصنده زن که رقصنده اپرای پاریس هست، یه متنی رو توی این زمان قرنطینه نوشته بود که من خیلی دوست داشتم و یه مونولوگی می‌نویسه که خطاب به بدنش هست، خطاب به تنش هست و اونو من یه بخشای کوچیکش رو براتون ترجمه کردم که بخونم. بدان که من تو را با این وجود هرگز فراموش نکردم، حتی رهایت نکردم، فقط تو را معلق گذاشتم. تعلیق، این مزیت زناشویی ماست. من و تو باز دوباره همدیگر را خواهیم دید و به روزمرگی های ضروری مان باز خواهیم گشت. دلم می خواهد گرت بزنم، غافلگیرت کنم، دورانت کنم، تو را بپروازانم. ای شیرین من، ای منقبض من، ای قهرمان من، ای زیبا پرست من، ای وجود من، ای تن عزیز، همیشه دوستت دارم، منتظرم باش، من باز می‌گردم.